ایران ما کهن سرزمین پهناور پارس، دیار شگفتی ها و تفاوت هاست. به موجب تنوع آب و هوایی، گوناگونی اقلیم و جلوه های بی‌بدیل طبیعت، کشور ما به سرزمین چهار فصل معروفه. ناهمسانی و ناهمگونی در این ملک موجب شده که ما نظاره‌گر تنوع بسیار در زمینه‌های نظیر زبان، آیین‌ها، آداب و رسوم، معماری کهن، غذاهای محلی، لباس‌های رنگارنگ، صنایع دستی، هنرهای زیبا، بازی‌های بومی و نمونه‌های این چنینی فراوانی باشیم. من مهدی منیری، عکاس، مستندساز، عاشق طبیعت بکر سرزمین مادریم ایران و دوستدار سنت‌ها و فرهنگ اصیل مردمان این دیار، با سفر به مناطق دور و نزدیک همراه و همگام با مردمانش زندگی می‌کنم تا در مجموعه مستند به نام پارسین زیبایی‌های نادیده و ناشناخته‌ای که ریشه در فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌های اهالی این سرزمین دارند و امروزه در حال کمرنگ شدن و نابودی هستند رو به تصویر بکشم و به شما ارائه کنم. در میان دوستداران گردشگری در دنیا بسیارن افرادی که به دیدن مناطق روستایی بکر و قدیمی رغبت فراوان دارند. به همین سبب سالهای ساله که شاخه ای از گردشگری به عنوان گردشگری روستایی فراگیر شد و روز به روز به طرفدارانش افزوده میشه و در آینده نچندان دور روستاها یکی از مهمترین مقصدهای گردشگران به حساب میان. در ایران ما هم با تمام نقصان‌هایی که در رابطه با صنعت گردشگری شاهد هستیم، در سال‌های اخیر سفر به روستاهای بکر بسیار مورد استقبال قرار گرفت. چقدر سگ اینجا، معلومه همه شون هم گشتن ها، این همه دورم رو دارن جمع میشن. برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، برو عقب، بیا بیا بیا. اونا 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 بیا 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 بیا. متاسفانه خیلی از مناطق ییلاقی به این شکلی که وقتی با سگ‌ها کاری ندارن و گوسفندها رو داخل آغول‌ها، طویله‌ها نگهداری میکنن، یه بهشون کمتر غذا میدن یا خیلی وقتا اصلا بهشون غذا نمیدن. سگ‌هایی رو دیدیم در خیلی از مناطق مختلف که حتی دنده‌هاشون بیرون زده بود. باز خدا رو شکر اینا اونجوری لاغر نیستن، به نظر غذا بهشون میدن ولی کمتر. اینجا روستای علی آباده در میانه راه شیلاندر، خونه هایی که اطراف دیده میشه، مخصوصا این خونه ها معلومی که خیلی قدیمی هن، ولی خب بناهای جدید هم ساخته شدن و سقف پشت بوم ها از ایزوگامه. اینم طوله است دیگه، بریم که به روستای شیلاندر برسیم. اینا 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 رو بخورید دیگه، اینم بخورید دیگه.
خدافظ. در مناطق دور و نزدیک کشورمون روستاهای زیبا با ظاهر جذاب و معماری خاص وجود داره که در دهه های اخیر به دلایل مختلف رفته رفته خالی از سکنه شدن. در میان مناطق کوهستانی استان زنجان هم روستاهای بکر و زیبایی رو شاهد هستیم که برخی از اونها امروز متروکه هستند. طبق تحقیقاتی که برای ساخت مجموعه مستند پارسین داشتیم به روستای شیلاندر رسیدیم، روستایی که با تمام استعدادهای فراوانش سالهای سال رها شد و اهالی این روستا به شهرهای مختلف مهاجرت کردند و حتی یک نفر هم در این روستا زندگی نمی کرد. اینجا روستای شیلاندره در 35 کیلومتری شهر زنجان. قدمت اینجا رو اهالی اینجا میگن به حدود دوره ساسانی میرسه. در سال 1385 تمام سکنه روستای شیلاندر مهاجرت کردن به شهر زنجان و حتی یک نفر هم در این روستا باقی نموند و خالی از سکنه شد. حدوداً دو سالیه که مردم دوباره برگشتن اینجا و در طی فصل‌های سرد سال مثل پاییز و زمستان 5 خانوار در اینجا ساکن هستند، ولی بعد از عید و در فصل‌های مثل بهار و تابستان این تعداد به 15 تا 20 خانوار میرسه. روستای شیلاندر به لحاظ ظاهری بسیار بسیار زیباست، ولی خب ساختمون‌هایی که در طی این چند سالی که مردم اینجا رو ترک کرده بودن تخریب شده، تعدادشون تقریبا زیاده، ولی اهالی محل در فکر این هستن که یک فکر و تمهید جدیدی رو اتخاذ کنن تا این روستا رو تقریبا به شکل همون سابقش برگردونن و بتونن اینجا رو بازسازی و احیا کنن. فاصله دقیق‌تر روستای شیلاندر تا زنجان 41 کیلومتره که به غیر از بعضی اوقات در فصل زمستان راه دسترسی به این روستا از طریق جاده خاکی نسبتاً همواری امکان پذیره. این مسجد روستای شیلاندر هست، یک مسجد خیلی خیلی قدیمی به گفته یه ساکنین اینجا که میگن 400-500 سال خدمت داره. این چیه؟ پوست ماره اینجا. یه مار اینجا پوست اندازی کرده. این وسط چی کار میکنه؟ به نظر میرسه که این مار از اون بالا، این پوست مار از اون بالا افتاده پایین و اونها هم یه تیکای دیگه از پوست مار هست که بالا پوست اندازی کرده و تیکش روی زمین افتاده. فکر میکنم سقف این بنا جای خیلی مناسبیه برای حیوانایی مثل مار و مارمولک. فرش های دستبافی که تمام این مسجد رو فرش کردن باهاش، همش دستباف هست و همش قدیمیه و میگن در روستای دهجلال زنجان درست شده و بافته شده. این فرش ها انواع اقسام نقوش مختلف رو دارن و خدا رو شکر اینها رو با فرش های جدید تعویض نکردن. قسمتی که در مقابل من قرار داره قسمت مخصوص خانوم هاست. قسمت خانوم ها رو با این سمت توسط یک دیوار چوبی جدا کردن و اون سمت به نظر باز شکل قدیمی ترش رو حفظ کرده. این دیوارهای سنگچینش هنوز مشخصه. یک منبر قدیمی هم در این مسجد میگن وجود داشته که اون رو به سمت دیگه و به انباری منتقل کردن. اون منبر خیلی شکل ساده و قدیمی داره و اصلاً ریزه‌کاری خاصی درش دیده نمیشه. این سکویی که در اینجا وجود داره قسمت آبدارخانه این مسجد هست و احتمالاً در اینجا چای درست میکردن و از مردم پذیرایی میشده. تعداد ستون‌های اینجا هم حدوداً 9 تا
9 تا ستون داره و ستونهاش هم معلومه دیگه، از درخت‌های سپیدار کندن و به اینجا آوردن. شوربختانه زمزمه هایی به گوش میرسه مبنی بر تخریب این بنای قدیمی و ساختن یک ساختمان جدید به جای این مسجد. هر جایی که یک بنای قدیمی وجود داره متاسفانه افرادی هستن که تحت فشار قرار میدن متولی های اون بنا رو برای تخریبش و از نو ساختنش به عنوان یک بنای جدید و جادار و مطمئن به قول خودشون که امنیت کافی رو هم داشته باشه. و یکی از دلایل این که ما نمیدونیم مساجد و بناهای قدیمی در اما اقسام جاهای ایران در نقاط مختلف ایران به چه شکل بوده اینه که اون بناها هیچ اثری ازشون نمونده و مورد تخریب قرار گرفتن. امیدواریم این بنا حفظ بشه و مرمت و بازسازی بشه و به همین شکل ازش بتونن نگهداری و استفاده کنن. روستای شیلاندر با داشتن آب و هوای خنک و ییلاقی و همچنین گذر رودخانه‌ای پرآب و دارا بودن باغ‌های با میوه‌های متنوع توسط افراد دوستدار طبیعت تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت. با گذشت زمان و روشن شدن چهره واقعی شهرها، بعضی از افرادی که از این روستا مهاجرت کرده بودند به زادگاه خودشون بازگشتند و با پرداختن به مشاغلی نظیر دامداری و کشاورزی موجب رونق گرفتن دوباره روستای شیلاندر شدند. نگهبان‌های روستا دادشون در اومده. اینجا تقریبا مرکز روستای شیلاندره. به گفته اهالی این روستا، اسم این روستا قبلا چیلاندر بوده به خاطر اینکه چلنگرهای زیادی در اینجا مشغول به کار بودن و به خاطر همین اسم اینجا رو گذاشته بودن چیلاندر. ولی فارس‌ها بعداً اسم اینجا رو گذاشتن شیلاندر و چیلاندر عوض شده، تبدیل به شیلاندر شده. به خاطر مهاجرت خیلی از اهالی روستای چیلاندر به شهرها، خونه هاشون تقریبا متروکه مونده و برای جلوگیری از تخریب این خونه ها اکثر مردم اینجا تنها فکری که به ذهنشون رسیده ایزوگام کردن سقف های خونه هاست. و این ایزوگام کردن از بالا که نگاه میکنی شکل خیلی بدی به این روستا داده و از همون حالت بکر و اصیلش این شکل رو در آورده و دگرگونش کرده. نمیدونم چه فکر خاصی میشه برای این کرد، چون این روستا قابلیت گردشگری و جذب توریستش به نظر خودم خیلی بالاست. امیدوارم یه فکر خوبی بشه تا اینکه این روستا به همون شکل قبلش بازسازی و مرمت بشه. همچنین سن، همراهین سن، همگران سن، همگران سن.
نکته مهمی که در این روستا متوجه شدیم کسب درآمد نسبتاً مناسب بعضی از افرادی بود که به روستای شیلاندر بازگشتند و در اینجا به دامداری و پرورش زنبور عسل مشغول بودند. این مثلا چنین آدمی، آقای کریمی، خیلی از اهالی اینجا فامیلشون کریمیه، از شهر برگشتن به اینجا و اولین نفرهایی بودن که اومدن، دوباره اینجا زندگی میکنن و دوباره دامداریشون رو اینجا احیا کردن و برخلاف خیلی از اهالی اینجا، ایشون گاو نگه میدارن و دامداریشون فقط گاو نگه میداری یا گوسفند هم داری؟ گوسفند الان عوض کردیم سال پس از سال قبل دوباره و کندو هم دارن و عسل هم برداشت میکنن و چند تا هم گاو دارن. دو روزه که به دنیا اومده. فکر کنم شیراب باز بوده، این تشنه شبه ظرفی هم آخه من این دوروبر پیدا نمی کنم بهش آب بدم. تشنه شد. آخرشو داره میخوره، این چقدر تشنه شه. کافیه؟ بیارم؟ بیچاره بیا بسه؟ نیمروخ بده، نیمروخ آها آها نه عکاسی امروز ما در زیر پای من حمام قدیمی روستای شیلاندر قرار داره، یا به عبارت درست‌تر شیلاندر. از ظاهر این حمام معلومه که خیلی قدیمیه و متاسفانه و شوربختانه این حمام هم به حال خودش رها شده و 15 ساله که به گفته اهالی اینجا بدون استفاده مونده. قسمت ورودیش اونجاست و زیر این گنبد محل در آوردن رخت و لباسشون یا رخت کم بوده. در زیر این گنبد خودشون رو میشستن. قسمت آخر و گنبد کوچکتر از همشون جاییه که در زیرش خزینه یا خزانه قرار داشته که بعد از استحمام به داخل اون میرفتن و بدنشون رو میشستن. داخل این حمام جای تأسف داره که بگم، خیلی وضعیت بدی داره. این حمام ها قابلیت موزه شدن دارن یا حتی به همون شکل سابقش میشه اون رو ترمیم کرد، مرمتش کرد و احیا و بازسازیش کرد. شیخ کلی از مردم رو به اینجا کشون تا بیان و شکل و حالت قدیمی حمام ها رو ببینن و باش آشنا بشن. درخت گردوی عظیمی که در کنار منه یک نشانه است و اون معنیش اینه که در این روستا بیشترین محصولشون گردو هست و بعد از اون محصولات دیگه هم دارن، مثل فندق که در کنار منه، این درخت فندقه، و دیگر محصولات مثل به و فکر میکنم سیب و گیلاس هم در اینجا هست. این چه رودخونه پر آبی هم از کنار روستای شیلاندر رد میشه.
مثل خیلی از نقاط دیگه ایران اینجا هم گل بنفشه رویش داره و در سطح وسیعی این گل بنفشه رو میشه پیدا کرد. به زبان ترکی به این گل میگن بنوشه گل، بنوشه گل. و جالبه که مازندرانی ها هم به این گل میگن ونوشه. چقدر این گل خوشبوه. من با بویدن این گل فکر میکنم آدم یک حس خیلی خیلی خوبی بهش دست میده. این عطرش بی نظیره. Yine de yamyaşıl ciddi dallar, yine de yamyaşıl ciddi dallar, göz şimdi durur kaynar bulaklar. Er yiğit neyler düşünde çıkar, tabiyet ilhama çağırır beni. از محصولات عمده دیگه در این روستا محصولاتی نظیر سیب، آلبالو، گیلاس، زردالو و آلوچه هست. روستای خیلی پر از خیر و برکتیه و محصولات فراوانی هم در این روستا به عمل میاد. چه شیب تندیه. سخت بود، نمیتونستی در این دیگه داشت؟ نمیتونستم، اون سرمایه نداشتیم، هیچ کسی هم که نبود از اون حمایت کنیم. خب یعنی به خاطر مشکل مالی نه؟ واقعا هم میتونم، اگه بازم میدونم میتونم، بازم میدونم ادامه میدونم. واقعا درست ادامه میدی؟ آره، سرمایه نه از این که نه از این که دلت میخواد درست ادامه بدی من خیلی خوشحالم. ولی اگر ادامه بدی باز تو شهر میمونی؟ چه شرایطش چی باشه؟ کارگیری یعنی کارو خوب باشه چراش نه؟ حالا فکر میکنم مثلا از این شغل تو شغل بهتر میتونی پیدا کنی که درآمدش هم الان تو این وضعیت بیکاری و بیشغلی من میتونم چون خودم اگه بخوام میتونم فقط من میتونم زنبور توسعه بدم. این گاو زحمتش خیلی زیاد اینجا چون سراشیبی همش علوفش میخوای جمع بیاری از پایین باید بیاری از جای دیگه بخر بیاری چرایش زیاده بازم میای با اولاغ بیاریم پایی یا اولاغ هست بالا بیاریم آره جادی که نداره فقط مال رو دیگه آره دیگه همینش خیلی کارمون سخت میکنه. این آقا دوست عزیز من آقای کریمیه و اسمش خیلی اسم قشنگیه. اسمش هست مسیح الله، مسیح الله کریمی. مسیح الله توی شهر رشته ریاضی فیزیک میخوند ولی به خاطر مشکلات مالی مجبور شد درس رو ول کنه و برگرده به این روستا، روستای شیلاندر یا چیلاندر. شما چیلاندر رو درست میدونی یا شیلاندر رو؟ به زبان ترکی میدیم چیلاندر. چیلاندر. به زبان نوشتاری میدیم شیلاندر. چیلاندر. و همون جوری که قبلا هم من شنیدم چیلاندر درسته و شیلاندر رو فارس ها میگن. مثلا یک قرن پیش بهش میگفتن چهل آهنگر. آره. چون زیاد آهنگر استفادگری هم زیاد میگن. هم چهل آهنگر شنیدم هم چلنگر من شنیدم اینجا بودن که همون آهنگریه. حتی ابزار میسازن چلنگر ها. مثلا میشه گفت 300 سال پیش به اینجا اومده. قبل از اون پایین. آره حدودا 300 ساله که اومدن اینجا و بارها و بارها تخریب شده روستاشون و مجبور شدن که در آخر به این نقطه کوچ کنن. دست در نکنیم بیایم یه قدم بزنیم با هم دیگه. بریم. قسمتی که من هستم رختکن حمامه و از بالا از روی گنبدش مشخص بود که بزرگترین جای حمام همینجاست.
مسیر ورودیش اونجا بوده و حوضی که در وسط قرار داشته محل شستشوی پا بود، به این بالا می اومدن و زنبیل هاشون رو در اینجا قرار میدادن و لباس هاشون رو در می آوردن، از اینجا به داخل حمام می رفتن. بعد از اینکه از حمام هم برمیگشتن دوباره پاشون رو می شستن و می اومدن بالا، لباس هاشون رو به تن می کردن و از همین در خروجی بیرون می رفتن. اینجا قسمتی بوده که خودشون رو در این قسمت می شستن. در اون قسمت آب سرد قرار داشت، نوری که از بالا می اومد و یک فضایی حوضچه مانند اونجا درست کرده بودن که آب سرد اونجا جمع شد. در پشت سر من، یعنی در اینجا، خزینه قرار داشته یا خزانه قرار داشته که زیر اون یک ظرف مسی بزرگی بوده که در پایینش آتیش روشن میکردن و اون دیگ مسی به قدری گرم میکرد داخل اینجا رو، داخل خزینه رو، که میگن بخارش اینجا رو هم به صورت خیلی زیادی تحت تاثیر قرار میداد و اینجا رو گرم میکرد. حتی مانند سوناهای تر امروزی بعضی وقتا غیر قابل تحمل میشد ایستادن و نشستن در اینجا و میرفتن بیرون. هر کسی هم که میخواست از این آب برداره، بعضی اوقات این آب هم به اندازه داغ بود که از حوضچه کناری آب سرد می آوردن و در سطلی در کنار خودشون قرار می دادن و موقع شستشو این آب رو تعدیل می کردن، آب گرم اینجا رو با آب سرد قاطی می کردن و به روی سر خودشون می ریختن. ظرفی که در بالای آتیش قرار داشت و در کف این خزینه اونو نصب کرده بودن، اسمش به زبان ترکی هست تیان. به نظر اون ظرف، ظرف گرون قیمتی بود و فکر میکنم از جنس مس بوده که چند سال پیش، حدوداً 6-7 سال پیش، اونو به صورت مخفیانه اومدن کندن و بردن و فروختن و این حمام بعد از اون دیگه از کار افتاد و هیچ کس دیگه نتونست این رو بازسازی و احیاش بکنه. چه خوبی که موقع کشیدن غذا اسم بسم الله می دست شما در نکنه. اولی باید برای مهمان باشه، من به شما تعارف نکنم. نه یه چیزی من کانون دست شما در نکنه. شما دست شما در نکنه مادر جان. علی رضا آقا نصر خدمت شما، دست شما در نکنه. من این ظرف رو میگم، این ظرفیه که قبلا بهش میگفتن چلمک و الان بهش میگن بستیک. بستیک دیگه. بله بله بستیک اسم قدیمیش چلمک. اما داداش به وقتی در گواه ارده چلمک بیل چی میگه؟ میگه قدیما میگفتن چلمک دیگه، الان میگم بستیک. خب من میذارمش اینجا، بعد خواستیم براتون بکشم. بفرمایید مادر جان، بفرمایید شما شروع کنید که ما هم بتونیم شروع کنیم. بفرمایید. بیشتر لباس شرکت میکنید؟ استرم نزیشتم اگه بسن. بفرمایید مادر. بیرون سیز. چشم. بفرمایید. این هم که دستپخت مادرتونه نگه. به نون چی میگی؟ حالا این شیرمال میگیم بهش. به ترکی؟ آره میگیم فتیر. فتیر. بله. این آبگوشت مخصوصیه که با جاهای دیگه یه ذره متفاوته. داخلش گردو و گوشت و عدس و به، درسته؟ به میریزن. چی؟ دیگه چی؟ روب و روب و پیاز، پیاز دا ها. این الان توش عدس هست و گوشت. ببینم گوشت دیگه سامشون آه ای بادا توش مانده لگم. اینم بهه، عدس و گوشت و به. نخود لوبیا نمیریزید شما داخلش؟ نه فقط چیز. ببینم چطوره.
مزه خوبیه. طبق معمول مزه جدیدیه. قبلا آبگوشت اینطوری نخورده بودم. چون غیر از دامداری باغداری هم دارید؟ کم و بیش. مثلا حالا زردالو بعد گردو بیشتره. برداشتمون فقط گردو که به خودم میرزه، بقیه میوه میخورن. یعنی اون میوه به دست شما نمیرسه؟ کم، فقط کم. اگه بتونیم چیز کنیم قبل از حیوان هست. آره خرس نمیرسه. آره اگه برسه موقعی که مثلا زردالو میرسه میره میخوره، نمیذاره بمونه. بیشترین محصولتون گردوه؟ بله، اون که برداشت میکنه گردو. ناراضی نیستی از اینکه برگشتین به روستای شیلندر یا به قول شما چلندر؟ نه واقعا ناراضی نیستی؟ نه ناراضی نیستم. تا حالا که اینجا بودم ناراضی نیستم، چون حالا آب چشمه هاشو بالاخره طبیعت خوبه شد. برگشت حالا دیگه جزوی از ورزش هم هست دیگه. یه آدم تعجب میکنه که یه موقع این روستا متروکه بوده و الان یواش یواش دارن دوباره از شهر برمیگردن میان روستا. آره یه موقع اصلا بل کرده بودن دیگه، هیچ سالها بل کرده بودن دیگه. قبلا حالا نمیدونستن چی طبیعت چیه. مثلا آب هوا چی، حالا نمیدونستن که این قدر این هوا رو نمیدونستن. آره حالا قدردان شدن، دارم برمیگردن. حالا چیز قدر این چشمه ها رو میدونم. این خونتون خیلی باصفاه، مخصوصا این تاقچه. حالا این قدیم ما میگیم لامپا دیگه. آره ما میگیم لامپه. لامپه بره. بودم بود چند سال پیش خونتون؟ قدیم که چهل ساله. چهل سال سن من یادم. آره میگه برادرم 45 ساله که به اینجا به دنیا. پس بیشتر از 40 سال. چقدر این مادر مهربانه، خیلی عزیزه. من اسم از لحظه دلستم. چی میگن؟ میگه نه ممنون. خب نه واقعیت رو گفتم من. مسوخی مسوخی. الان این جاجیم هم مادرتون بافتن دیگه، درسته؟ حالا نمیدونم. آره میگه خودم بافتم. خودتون؟ بله میگه خودم بافتم. روستا معروف بوده به جاجیم ها و صنایع دستی که داشته و میگن به خیلی از جاهای دیگه این صنایع دستی رو میفرستادن و میفروختن. کلی از این صنایع دستی در اینجا بافته میشده و به روستاهای دیگه میبردن. کدی به اون بشتن بخومشن بلاردن. میگه قدیم 15 تا از اینا بافتم. چی دوری رفمزده؟ حالا میگه 3 تاش مونده. بقیهش رو فروختم. فروختم بقیهش رو. خب خودش گوشتش هم گوسفند خودتونه؟ بله. از تولید به مصرف دیگه؟ بله. شهر که رفته بودین چی کار میکردین؟ بیشتر باباتون تو شهر چی کار میکرد؟ هستم. بابام اینجا نمیتونست کار بکنه، واسه همونی که بیشتر گفت بریم چیز دامداری کنیم. تو شهر نمیتونست بمونه؟ آره نه، الان چیز آره اونجا نمیتونست بمونه. بالاخره دلتنگ اینجا میشد، میگفت برگشت به اصل خودش. بالاخره اومد. خیلی از روستایی هم واقعا اینجوری هم وقتی که میرن به شهر آب و هوایی که تو روستا داشتن و حال و هوایی که تو روستا داشتن هی به سرشون میزنه و همش دلشون میخواد که برگردن به روستای خودشون، به زادگاه خودشون. منش من اردو قلعه میرم که اله گفتمشم شفت اقال میشم اله بری اله چپرم. میگه سه هفته رفتم موندم شهر زنجان دلتنگ اینجا بود. دار آخره حالا نمیتونم اونجا بمونم. بهتر دلتنگ اینجا بود. اشاقلار مرده، قزلار مرده، اغلانلار مرده. اینم بی گذرخ بی 5 ساعت، 3 ساعت قاله رفت گهیل نکرده دار آخره. من اشاخلار رو بیزلر رو اینجور چیزا رو متوجه شدم که این بچه ها چی شدن؟ میگه پسرام مثلا بزرگتر از ماها اونجا هستن، پسر خواهرام اونجا هستن، نشون میگه میام میرم میام ولی
بالاخره نمیتونم بمونم زیاد. دلتنگ نیجا میشم. لازم باید بگه برگردم اینجا. اینلا که بهار، بهار بزرگ و فخری گله، ما پاییزم بیرا تاز گالنده گیدم، بیرا آی گالنده گیدم. بهار میرن؟ نه، بهار میرن اینجا. مخصوصا این موقع ها دلتنگ میشم، مثلا نمیتونم اونجا بمونم. آها، بهار و پاییز یعنی؟ میگه اینجا مثلا موقعی که الان پیرم، اینجا بیام روستا، این موقع. بیام روستا، یه ماه از پاییز بره، برگردم دوباره شهر. دیگه تنها اینجا نمیتونم بمونم. این ماست که محصول خودتونه بینم. بله. گوسفندیه؟ بله. چرا نمیده؟ چرب و خوشمزه است. این ترشمزگیش خیلی خوبه. من دیدم خیلی از آدم ها، خیلی از دوستان ما دنبال ماستای شیرینن. من همیشه ماست و شیرین و غیر طبیعی میدونستم. میگفتم هرچی ماست ترشتر باشه طبیعی تر و خوشمزه تره. حالا رفتیم شهر حالا دیدیم حالا ماستای چیز کارخونه دوست داشتم. آره پاستوریزه رو دوست داشتم موقعی که اینجا بودم. حالا قدر اینا رو نمیدونستم میگفتم ترشه نمیخوردم. ماست مصنوعی ها رو اونجا موندیم گفتم حالا دیدیم که این خوردنی تر از اونه. آره طبیعیه این که طبیعی نمیدونستم مشخص این چربیشو ببینیم سر ماست. اونجا ماستای شهر اصلا سر ندارن، کره روش چربی روش رو بر میدارن. بله. الله این آقل ماستن دست شما در نکنه مادرتان. خیلی عالی بود از مهمون نوازی و از این مهمانی که شرشیب دادید تشکر میکنم. سپاس گذارم. یا نشام دینه باقش لینده میگه یه چیز کم شد بالاخره. عالی بود. من آخه آبگوشت اینجوری نخورده بودم. خیلی خوب بود. بعد از هم میگین مرجی ها؟ آره ترکی میگین مرجی. مرجی و این سفر هم ما مهمان یک خانواده خیلی مهربان بودیم و از شانس خوب ما در هر سفر چنین چیزی برای ما پیش میاد. بازم خدا رو شکر میکنیم و از این شامی هم که امشب برای ما تدارک دیدن باز هم تشکر. دست شما در نکنه. محبت کردیم برمون شما. خواهش میکنم. خیلی هم عالی بود. تلی بیوردا سری چختان خودر تلی بیوردا سری چختان خودر گیس و طلایا یک در بلانم جلم گیس و طلایا دلمانم جنم خیلی باد شدید بود. بهار نزدیکه و آروم آروم تمام برگ‌های این اطراف دارن آب میشن و میبینیم که گلهان دارن از دل این پارک ها سر در میارن. بوی بهار میاد و سال جدید داره از راه میرسه. فاصله نه چندان دور از روستای شیلاندر، روستای چلگان قرار داره که برخلاف شیلاندر، بسیاری از مردم این روستا هنوز در اونجا ساکن هستند و به شهرها مهاجرت نکردند. روستایی با آب و هوای کوهستانی و سرد که در بعضی از اوقات سال راه دسترسی به اون به خاطر بارش برف زیاد مسدود میشه. Thank you.
فاصله زنجان تا روستای چلگان حدوداً 37 کیلومتره که از طریق جاده خاکی و کوهستانی به روستای چلگان میرسیم. در قدیم به خاطر اینکه فضا در اطراف روستا و داخل روستا کم بوده، برای تأمین علوفه دامهاشون در اطراف روستا فضاهای اینچنینی رو درست می‌کردن و برای انبار کردن و ذخیره کردن علوفه دامها استفاده می‌کردن. سنگچینی که الان دور اون محوطه چیده شده برای اینکه تمام علوفه‌هایی که از اطراف و از صحرا جمع می‌کردن به وسیله اسب و الاغشون می آوردن اینجا و برای فصل‌های سرد سال در اینجا ذخیره می شد. الان مدت هاست، حدوداً 10 ساله که از این فضا استفاده نشده، به خاطر اینکه دیگه علوفه رو از صحرا با ماشین‌هاشون به بالای روستا میارن و در بالای روستا اونها رو انباشته می کنن و ذخیره می کنن برای فصل‌های پاییز و زمستان. این همون محوطه تایه است که برای ذخیره کردن علوفه دام‌ها ازش استفاده می‌کردن. الان به عنوان یه باغچه ازش استفاده می‌کنن و خودشون بهش میگن بستان، اسم خیلی قشنگیه. در داخلش یه دونه درخت هلو کاشتن که این جلوه و اینجاها رو سبزی می‌کارن. ارتفاع دیوارهای اطراف اینجا حدوداً تا همین اندازه بالا بود، یعنی ارتفاع این لبه کناری هم حدوداً تا اینجا بالا بود که با سنگچین درستش میکردن بدون اینکه اینجا رو مسقف کنن. داخلش علوفه ها رو میریختن و به عنوان یک ذخیره‌گاه ازش استفاده میشده. همونجور که قبلا هم گفتم، به خاطر اینکه الان با ماشین میرن در اطراف و به صحرا میرن و علوفه ها رو میارن، در بالای این روستا اونها رو ذخیره میکنن، دیگه با اسب و قاطر به اینجا نمیارن. به خاطر اینکه محوطه های به عنوان باغچه، محوطه های تخت در اطراف روستا کمه، از همین محوطه وقتی دیوارها رو ریختن پایین به عنوان یک باغچه استفاده میکنن. نکته جالب اینه که هنوز هم این سبزی جعفری در داخلش سبزه. بعد از اینکه فصل سرما رو هم تقریبا داریم پشت سر میگذاریم و بعد از این همه بارش برف و باران و تیرگ شدید، همچنان گیاه جعفری، سبزی جعفری در داخلش هست و سبزه. یه نکته دیگه قابل ذکر هم اینه که در داخل این از فضولات حیوانی، از پشکل گوسفند استفاده میکنن تا اینکه زمین اون قدرت و قوت خودش رو برای رویاندن این گیاه و سبزی ها داشته باشه. این شلنگی هم که میبینید از روستا کشیده شده تا اینجا برای آبیاری این بستان یا این باغچه کوچیک. ساختمان قدیمی با این سنگچین بسیار زیباش
قسمت انباری این خونه هست و اون سمتش قسمت مسکونیشه. این شکل خاصی که از این پنجره‌ها میبینید که فکر می‌کنم تعدادش 12 تاست، محل قرار دادن کندوها بود در حدوداً 40 سال پیش که زنبورها از اینجا وارد می‌شدن، داخل کندوها می‌رفتن برای تولید عسل. ده ها ساله که این ساختمون رها شده و دیگه کسی اینجا کندوداری و زنبورداری نمی‌کنه. دره عمیقی زیر پای ما قرار داره، به اینجا میگن گلباشی، یعنی بالای قلعه. اینجا محوطه‌ای بوده که در گذشته قلعه‌ای درش ساختن و مردم در درونش زندگی میکردن. ما تقریبا در روبروی روستای چلگان قرار گرفتیم، جایی که متاسفانه کسایی که حفارهای غیر مجاز هستن در جلوی منو کندن. از سفال‌هایی هم که در این اطراف ریخته، مثل این سفاله، به این ضخامت مشخصه که سفالگری و ظروف سفالی در اینجا رواج داشته. زیر پای من یک گودال عمیقیه که اهالی گفتن سال‌ها پیش در اینجا قاچاقچی‌ها اومدن و اینجا رو کندن، حفاران غیر مجاز اومدن اینجا رو کندن و بعد از مدت‌ها که کلی خاک و سنگ ریخته داخلش، هنوز هم حدوداً 1 متر خورده ای عمقشه. آبل قسلان نیاد چخته میدانلار چکسل گردم چیار می باشدانلار نرم هرایم هرای آه نسه خزینه لرای سینه سندوار لولم مرزانلی ای داشدانلار Ne çe hazineleri Aman ay aman ay aman ay aman Son ama ay aman ay aman önüne به زبان آذری به این بوته گل نسترن میگن گلگونه. این هم غوزشه که خیلی خوشمزه است ولی یه ذره خوردنش خطرناکه. خطرناک بودن گل نسترن به خاطر الیاف خیلی خیلی نازکیه که داخل غوزه گل موجوده و به هنگام خوردن و جویدن این قسمت امکان چسبیدن الیاف به حنجره وجود داره که تا چند روز میتونه باعث آزار شخص بشه. در ارتفاعات، مخصوصا اینجا که بالای 2000 متر از سطح دریا بالاتره، هوا به شدت متغیره و در لحظه عوض میشه. اینجایی که ما هستیم الان بارها و بارها از صبح تا الان هم بارون دیدیم، هم برف دیدیم، هم تگرگ و هم همین آفتابی که سریع هی در میاد و هی میره پشت ابر. در مورد یک مسئله میخواستم توضیح بدم، اونم این گیاه به اسم باتبات. بذر این گیاه و افرادی که دندون درد دارن از داخلش در میارن و به روی زغال‌های گداخته می‌ریزن و یک پارچه‌ای رو هم روی سرشون می‌کشن و دودش رو از طریق دهن به درون دهنشون می‌کشن و اون اعتقاد دارن که باعث تسکین دندون دردشون میشه، باعث تسکین دردشون میشه. الان به نظر میسه که این بذراش ریخته، چون دیگه تقریبا اواخر فصل زمستونه، دیگه از اینا خیلی کمتر فکر کنم داخلش بذر داره. از زجرآورترین مشکلات چوپان‌ها و بعضی از روستاییان، حشره‌ای به اسم کورمیلچه یا مگس سینوس بینی گوسفنده که در حین پرواز نوزادش رو در اطراف بینی و دهان رها می‌کنه و در زمان تنفس وارد بینی و حنجره دام یا انسان میشن. در بعضی اوقات این لاروها در بافت حنجره قرار می گیرند که بسیار آزاردهنده و در برخی اوقات به گفته افراد بومی موجب مرگ هم میشه.
یکی از شیوه های رهایی از این مشکل سوزاندن بذر یا دانه گیاه بات و کشیدن دودش در دهان و نگه داشتنشه که باعث مرگ اون لارپا میشه و به گفته افراد بومی این روش خیلی موثره. اینجا قسمت بالایی روستای چلگانه در استان زنجان. در اطراف من هر خونه ای و هر دیوار خونه ای رو که نگاه میکنیم دیوارها از سنگ و گل تشکیل شده و سقف خونه ها هم از چوب های اینچنینی. چوب های سپیدار یا سنوبر یا تبریزی که در مناطق مختلف اسامی مختلف اینها رو نام میبرند. بشر برای اینکه از مصالح دوربرش به صورت بسیار خوب استفاده بکنه نگاه میکرد که ببینه دوربرش چه مصالحی رو میتونه برای ساختمون سازی به کار بگیره. بهترین مصالحی که در اینجا معلومه میشد استفاده بکنه همین سنگهایی است که در کوههای مختلف در تمام این مناطق به صورت فراوان دیده میشه و این شده بهترین مصالح برای ساخت دیوارها و ساختمانهای این روستا. اسم این کوه زیبایی که پشت سر من میبینید گیه باشیه. گیه باشی یعنی بالای صخره، باشی یعنی بالا، گیه یعنی صخره. همچنان برف روی اون نشسته ولی تا چند روز دیگه به نظر میرسه تا پایان سال این برف ها هم آب میشه و تمام این منطقه سرسبز میشه و مراتع خیلی خیلی خوبی میشه برای گوسفندها و دامهایی که در این اطراف پراکندن. یکی از ویژگی های خیلی خیلی بارز روستای چلگان اینه که برخلاف خیلی از مناطق ایران سقف خونه ها رو، پشت بوم خونه ها رو اینها ایزوگام نکردند و به همون حالت قدیمی نگهش داشتند. من در این روستا فقط چند خونه، اونم به صورت خیلی خیلی کم دیدم که بعضی از سقف خانه ها به صورت ایزوگام در اومده. یه دونه خونه اونجاست، یه دونه هم این جلوه. بقیه خونه ها همشون بالای پشت بومشون همین ملات کاهگله که هر سال هم تجدید میکنن تا اینکه آب به طبقات پایین نفوذ نکنه. اکثر مردم اینجا کارشون دامداریه و فقط هم گوسفند و بز نگه میدارن. تا 10 سال پیش خودشون میگفتن که ما اینجا تعدادی گاو هم داشتیم ولی از حدوداً 10 سال قبل به این بر دیگه هیچ وقت گاو نخریدن و در این روستا حتی یک دونه گاو هم وجود نداره. درخت های زیادی هم در اطراف روستا هست، باغ های زیادی هم در اطراف روستا هست که اکثرشون درخت های سیاه ریشه هستند و میوه هایی مثل آلبالو، گیلاس و بادوم و از این قبیل میوه ها دارن.
yol git, yar yolunda zülfü yol git, merdivine yüz bin yol git. Sen Allah ehed bir yol git, yoldan dönmek çok çetin. Abalan eğrim derdin alın, yoldan dönmek çok çetin. Sinasında var.